بسم الله الرحمن الرحیم. مبحثی که می‌خوایم امروز در موردش صحبت کنیم در مورد ترکیب‌های تجاری. قبل از اینکه صحبت کنیم در مورد ترکیب‌های تجاری و انواع روش‌های حسابداریش، قابل ذکره که بگیم ترکیب اصلا چی هست. ترکیب یعنی اینکه دو یا چند شرکت با همدیگه تبدیل به یک شرکت میشن، که این تبدیل به یک شرکت شدن خودش دارای روش‌های حسابداری متفاوته و سبت‌های حسابداری متفاوت، که این ترکیب شدن حالت‌های متفاوتی داره. سهامشون بیشتر از 50% خریداری شده باشه یا کمتر از 50%، که روش‌های حسابداری متفاوتی ذکر میشه. ابتدا در مورد تعریف ترکیب. به کنترل خالص دارایی‌های دو یا چند واحد اقتصادی که به طور جداگانه فعالیت می‌کنن در یک شخصیت واحد اقتصادی جدید، یعنی دارایی‌های دو یا چند واحد اقتصادی و تجاری به طور جداگانه تبدیل به یک واحد اقتصادی جدید بشه. به این میگن ترکیب. گسترش خارجی زمانی اتفاق میفته که دو یا چند واحد تجاری با همدیگه یکی میشن و به عنوان یک شخصیت حسابداری یا شخصیت وابسته تحت مدیریت و کنترل یکی یا واحد فعالیت میکنن. ویژگی‌های ترکیب. ترکیب دارای ویژگی‌هاییه که اون ویژگی‌ها عبارتند از: یک، میزان رقابت در بازار کاهش می‌یابد. یعنی که توی یه صنعت چند تا شرکت بزرگ با هم رقابت می‌کنن، این چند تا شرکت تبدیل به یه شرکت میشن، پس رقابت توی بازار کاهش پیدا می‌کنه. ایجاد موفقیت انحصاری، یعنی اون چند تا شرکت وقتی تبدیل به یه شرکت میشن انحصار اتفاق می‌افته. صرفه‌جویی در هزینه‌ها، صرفه‌جویی در زمان برای ورود به بازارهای جدید، کاهش بهای تمام شده تولید و افزایش بازده شرکت‌ها. ضمناً ترکیب واحد تجاری بر حسب نوع فعالیت و روابط اقتصادی ممکنه به سه صورت باشه. یعنی سه تا حالت اتفاق میفته. یا ترکیبمون افقیه، یا ترکیبمون عمودیه، یا ترکیبمون به صورت مجتمع، یعنی یکی شدن اجتماعیه. حالا این ترکیب‌ها هر کدومشون یعنی چی؟ ترکیب افقی نوعی از ترکیبه که شرکت‌های ترکیب شونده در یک رشته اقتصادی فعالیت می‌کنن و ممکنه حتی رقیب هم باشن. یعنی اینکه توی یه شرکت‌ها چند تا شرکت در یک زمینه فعالیت می‌کنن، یک نوع تولید دارن و رقابت هم ممکنه بینشون اتفاق افتاده باشه، رقابت بینشون باشه، که عمده‌ترین هدف این دو ترکیب ایجاد انحصار در بازاره. از نمونه‌های این ترکیب هم می‌تونیم به ترکیب دو تا شرکت تولید کننده محصول لبنی، یعنی دو تا شرکتی که یه نوع محصول تولید می‌کنن، و یا ترکیب دو تولید کننده لباس اشاره کنیم. ترکیب عمودی نوعی ترکیبه که در اون شرکت‌های ترکیب شونده، یعنی شرکت‌هایی که با هم ترکیب میشن، مکمل اقتصادی یکدیگرن. یه صنعت کار نمی‌کنه، یعنی کالای مشابه تولید نمی‌کنن، ولی کالاهاشون مکمل همه. مثل چی؟ مثل ترکیب یک شرکت تولید کننده چرم با یک شرکت تولید کننده کیف و کفش. و هدف عمده این نوع ترکیب بالا بردن سطح کارایی عملیات واحد تجاریه. نوع سوم، ترکیب به صورت مجتمع. در این نوع ترکیب شرکت‌های ترکیب شونده الزاماً در یک رشته اقتصادی فعالیت نمی‌کنند، یعنی نه یه محصول واحد تولید می‌کنند نه اینکه مکمل همدیگرند. این نوع ترکیب معمولاً زمانی اتفاق می‌افته که یک شرکت سهامی برای ایجاد تنوع در عملیات وارد بازار و صنایع جدید میشه. میخواد یه صنعت دیگه رو وارد بازار کنه. مثل ترکیب یک شرکت تولید کننده مواد غذایی با یک شرکت تولید کننده پارچه. حالا میخوایم ببینیم مفهوم کنترل در ترکیب واحدهای تجاری چی هست. کنترل یکی از مهمترین موارد تو ترکیب‌های واحد تجاریه. ترکیب واحدهای تجاری خیلی متنوع، اما بیشتر ترکیب‌های تجاری شامل دو تا حالته، یعنی خارج از این دو تا حالت نیست. یک، تحصیل خالص دارایی‌های یک شرکت دیگر، یعنی دارایی‌های یک شرکت دیگه رو به دست بیاریم که خودش شامل دو تا حالته. یا پرداخت وجه نقد اتفاق می‌افته یا انتشار سهام صورت می‌گیره. و حالت دوم، تحصیل سهام عادی دارای حق رأی یک شرکت دیگه، یعنی ما میایم سهام دارای حق رأی یک شرکت دیگر رو خریداری میکنیم.
که خودش شامل دو تا مورد، یه دونه با پرداخت وجه نقد صورت میگیره، یعنی وجه نقد پرداخت میکنیم، یه دونه با انتشار سهام صورت میگیره. میخوایم یه مثالی برای تحصیل خالص دارایی یک شرکت با پرداخت وجه نقد تشریح کنیم. توی این حالت یک شرکت خالص دارایی های یک شرکت دیگر رو در مقابل پرداخت وجه نقد یا معادل اون خریداری میکنه، که توضیحش اینه: یه شرکتی به عنوان شرکت الف اومده خالص دارایی های شرکت ب و که ارزشش 1,900,000 بوده، اومده به مبلغ 1,500,000 خریداری کرده. پس مبلغ وجه نقدی که پرداخت شده 1,500,000 بوده. بدهی های شرکت ب مبلغ 400,000 بوده و ارزش خالص دارایی های شرکت هم به مبلغ 1,900,000 بوده. میخوایم رویدادهای مالی زیر در دفاتر شرکت الف ثبت کنیم. این نکته قابل توجهه و همیشه هم در خاطر داشته باشین. معمولاً شرکت ب یا شرکتی که منحل میشه ترکیب شده، یا اینکه زمانی که ترکیب اتفاق میفته شرکتی که ترکیب میشه منحل میشه و همه دارایی‌هاش انتقال پیدا میکنه به اون شرکت اصلی. پس الان میخوایم توی شرکت الف این رویداد مالی رو ثبت کنیم. ابتدا دارایی ب تو شرکت الف افزایش پیدا میکنه به مبلغ خالص دارایی، یعنی به مبلغ 1,900,000. بدهی ب هم توی شرکت دفاتر الف به مبلغ 400,000 ریال افزایش پیدا میکنه. از طرفی وجه نقد شرکت الف به مبلغ 1,500,000 کاهش پیدا میکنه. پس لطفاً توجه بفرمایی دارایی و بدهی های اون شرکتی که ترکیب شده از بین نمیره، بلکه دقیقاً منتقل میشه به شرکتی که اون ترکیب صورت گرفته، اون شرکتی که این شرکت رو خریداری کرده. میتونیم بگیم که شرکت الف میشه شرکت اصلی، شرکت ب هم که یه شرکتی بوده که منحل شده. پس دارایی های شرکت ب منتقل میشه به دفاتر شرکت الف دقیقاً با همون مبلغ، یعنی 1,900,000، و همچنین بدهی های شرکت ب، بدهی ها ماهیتش بستانکاره، پس با همون ماهیت بستانکار وارد دفاتر شرکت الف میشه. پس بدهی های شرکت ب به مبلغ 400,000 در دفاتر شرکت الف افزایش پیدا میکنه و وجه نقدی که توسط شرکت الف پرداخت شده توی دفاترش وجه نقد کاهش پیدا میکنه. همونطوری که مد نظرتون و قابل توجهتون هست، وجه نقد به عنوان یک دارایی زمانی که کاهش پیدا میکنه میشه بستانکار. اینجا هم شرکت الف داراییش وجه نقدش کاهش پیدا کرده، شده به مبلغ 1,500,000 بستانکار. پس نکته این سوال چی بود؟ اینکه معمولا شرکت ب بعد از ترکیب منحل میشه. برای حالت بعد، حالت قبلتون تحصیل خالص دارایی ها بود با پرداخت وجه نقد، حالا تحصیل خالص دارایی های شرکت با سهام اتفاق افتاده، یعنی منتشر شدن سهام صورت گرفته. در این حالت یک شرکت خالص دارایی های یک شرکت دیگر رو با انتشار سهام و تحویل اون به سهامدارای شرکت ترکیب شونده خریداری میکنه. مثالی که میتونیم ذکر کنیم، شرکت الف خالص دارایی های شرکت ب رو به مبلغ 150,000 ریال با صدور 100 برگ سهام عادی 100,000 که ارزش بازار 1,500 خریداری کرده، یعنی هر برگ سهام عادی ارزش دفتریش 1,000 بوده ولی توی بازار ارزش منصفانش 1,500 تا بوده. دارایی شرکت ب به مبلغ 190,000 ریال و بدهی آن به مبلغ 40,000 ریال می باشد. مطلوب از ثبت رویداد مالی فوق در دفاتر شرکت الف. از یه طرف دارایی شرکت ب توی دفاتر الف به مبلغ 190,000 ریال افزایش پیدا میکنه، از طرفی بدهی شرکت ب تو دفاتر الف دقیقاً با ماهیت بدهی، یعنی با ماهیت بستانکار، تو دفاتر الف افزایش پیدا میکنه به مبلغ 40,000. از طرفی گفتیم که چند برگ سهام عادی منتشر کرده؟ 100 برگ 1,000 ریالی. پس 100 تا 1,000 تا میشه 100,000 تا. از طرفی سهام عادی در شرکت الف افزایش پیدا کرده چون سهام عادی منتشر کرده
به چه مبلغ؟ 100 برگ 1000 ریالی که میشه 100 هزار. و ما به تفاوت بدهکار و بستانکار هم میتونیم ببین ما به تفاوت بدهکار و بستانکار رو سب میکنیم. همین که میتونیم بگیم که هر برگ سهام 1000 ریال ارزش داشته، فروخته شده یا تو قیمت بازارش چقدر بوده؟ 1500 تا. پس ما به تفاوت 1500 و 1000 میشه 500 تا. 500 تا سهم چند بوده؟ 100 تا برگ 500 ریالی بوده، یعنی 50000 تا صرف سهام عادی داشتید. حتی اگر شما 500 هم ضرب در 100 نکنید، میتونید مابه و تفاوت بدهکار و جمع بستانکار رو با هم توی صرف سهام عادی لحاظ کنید. یعنی اینکه 190000 رو منهای جمع بدهی و سهام عادی کنید. 190000 منهای 140000 مابه و تفاوتش میشه 50000 صرف سهام عادی صورت گرفته. مثال بعد، برای تحصیل سهام عادی یک شرکت با پرداخت وجه نقد. در این حالت یک شرکت همه سهام عادی دارای حق رأی یک شرکت دیگر رو با پرداخت وجه نقد خریداری کرده. این حالت دوم بود، یعنی حالتی که میاد سهام دارای حق رأی شرکت دیگر رو میخره، که خودش شامل دو حالت بود، یا در قبالش وجه نقد پرداخت میکنه یا در مقابلش انتشار سهام صورت میگیره، که توی این مثال پرداخت وجه نقد صورت گرفته. که در این حالت شرکت ترکیب کننده در دفاتر خود حسابی به عنوان سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر ایجاد میکنه که معادل بهای تمام شده خریداری شده شرکت سرمایه پذیر بدهکار میشه. و مثالش هم به این صورته. اومده شرکت الف 100% سهام عادی دارای حق رأی شرکت ب رو به مبلغ 500000 ریال خریداری کرده. پس توجه بفرمایید، شرکت الف اومده 100% سهام دارای حق رأی شرکت ب رو به مبلغ 500000 ریال خریداری کرده. حالا میخوایم این مبلغ رو توی دفاتر شرکت الف ثبت کنیم. پس گفتیم که وقتی که سهام داره حق رأی رو میخره، باید یه حسابی به عنوان سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر افتتاح بشه به عنوان بدهکار. پس سرمایه گذاری در شرکت به افزایش پیدا میکنه به مبلغ 500000 و وجه نقد مربوط به شرکت الفه که کاهش پیدا میکنه، میشه 500000 تا. و همونطور که میدونید سرمایه گذاری جزء دارایی هاه که ما دو تا سرمایه گذاری داریم، یا کوتاه مدت یا بلند مدت. اگه سرمایه گذاریتون کوتاه مدت باشه، کوتاه مدت باشه یعنی قبل از یک سال مالی بخواید بفروشیدش، جزء دارایی های جاری طبقه بندی میشه. موضوع بعد، تحصیل سهام عادی یک شرکت با انتشار سهام. توی این حالت سهام دارای حق رأی شرکت دیگر رو خریده، ولی دیگه وجه نقد نداره، در مقابلش سهام منتشر کرده، تحویل شرکت سرمایه پذیر داده. مثالی هم که ذکر شده، شرکت الف 100% سهام عادی، تو حالت قبلم 100% سهام عادی شرکت ب خریداری کرده بود. پس شرکت الف 100% سهام عادی دارای حق رأی شرکت ب به مبلغ 750000 با صدور 750 سهم 1000 ریالی خریداری کرده. میخوای این رویداد مالی رو در دفاتر شرکت الف ثبت کنیم. گفتیم زمانی که شرکتی میاد سهام شرکت دیگر رو، سهام دارای حق رأیش رو میخره، حتما 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 این باید در دفاتر شرکت به عنوان سرمایه گذاری ثبت بشه. پس از یه طرف سرمایه گذاری در شرکت ب به مبلغ 750000 افزایش پیدا میکنه، میشه بدهکار. از طرفی بابتش سهام عادی منتشر شده، پس سهام عادی شرکت الف هم افزایش پیدا میکنه به مبلغ 750000 که میشه 750 سهم 1000 ریالی. میخوایم بگیم که روش هایی برای ترکیب شرکت ها وجود داره که این روش ها قانونیان و به سبک زیر صورت میگیره. ترکیب شرکت ها میتونه با چند روش قانونی انجام بشه که این روش ها به شرح زیره: 1. ادغام قانونی، 2. تلفیق قانونی و 3. تحصیل سهام. میخوایم بگیم هر کدوم از این موارد چطوری صورت میگیره. حالت اولتون، ادغام قانونی.
نوعی ترکیبه که دو تا شرکتی که با هم ترکیب میشن یکی از اونها منحل میشه. یعنی دو تا شرکتی که با هم ترکیب میشن، شرکتی که ترکیب میشه منحل میشه و دارایی ها و بدهی های اون به ارزش روز، این نکته خیلی مهمه برای ثبت هاتون، دارایی ها و بدهی هاش باید به ارزش روز به شرکت ترکیب کننده منتقل بشن. پس به چه ارزشی، به چه مبلغی؟ به ارزش روزتون یا ارزش متعارفتون. به طور مثال زمانی که شرکت ب یعنی ترکیب شونده جذب شرکت الف میشه، یعنی زمانی که شرکت الف میاد شرکت ب رو میخره، شرکت الف میشه ترکیب کننده یعنی کسی که خریده، ولی شرکت ب که سهامش خریداری شده میشه ترکیب شونده. شرکت الف شرکت ب رو منحل میکنه و یه ادغام قانونی اتفاق میفته که در این حالت شرکت الف به فعالیت‌های خودش ادامه میده. پس شرکت الف میاد تو شرکت ب سرمایه گذاری میکنه یا سهام حق رأیش رو میخره، ولی اتفاقی که میفته یکی از دو شرکت که اون یکی هم شرکت ترکیب شونده است، یعنی اون کسی که سهامش رو فروخته، باید منحل بشه. تلفیق قانونی نوعی ترکیبه که در اون دو یا چند شرکت با هم ترکیب میشن و شرکت جدیدی رو به وجود میارن و خودشون منحل میشن. یعنی دو تا شرکت با هم ترکیب میشن و منحل میشن و در ازاش یه شرکت جدید به وجود میاد. در این حالت که به ادغام دو طرفه معروفه، کلیه دارایی ها بدهی های شرکت ترکیب شونده به ارزش روز یعنی ارزش بازار یا ارزش متعارف به شرکت جدید منتقل میشن که به طور مثال شرکت الف و ب با هم ترکیب میشن، هر دوتاشون منحل میشن، یه شرکت جدید به عنوان شرکت جیم به وجود میاد در حالتی که تحصیل سهام صورت میگیره. این دو ترکیب زمانی اتفاق میفته که یک شرکت سهام عادی دارای حق رأی یه شرکت دیگر رو خریداری میکنه که توی این حالت هر دوتا شرکت از نظر حقوقی شخصیت تجاریشون حفظ میشه و هیچ کدوم منحل نمیشن. پس توی تحصیل سهام، یعنی اینکه شرکت الف میاد سهام دارای حق رأی شرکت ب رو خریداری میکنه، در این حالت هر دوتا شرکت به فعالیت خودشون ادامه میدن و هیچ کدومشون هم منحل نمیشن. در تحصیل بیش از 50%، یعنی زمانی که شرکت الف بیشتر از 50% سهام دارای حق رأی شرکت ترکیب شونده رو میخره، پس توانایی کنترل داره، یعنی کنترلش توی شرکت افزایش پیدا میکنه، در این حالت به شرکت الف یعنی کسی که سهام شرکت ب رو خریده میگن شرکت اصلی و به شرکتی که سهامش رو فروخته میگن شرکت فرعی، که در این حالت حتما صورت‌های مالی تلفیقی تعیین میشه. یعنی شرکت اصلی میاد صورت‌های مالی شرکت فرعی هم یعنی شرکت ب رو میگیره که شرکت اصلی صورت‌های مالی تلفیقی رو تهیه می‌کنه. صورت‌های مالی تلفیقی هم یعنی صورت‌های مالی شرکت تبدیل به یه صورت مالی میشه که اصولاً کاربرگ‌ها اتفاق می‌افتن. انواع روش‌های ترکیب. ما روش‌های ترکیبی داریم که اون روش‌های ترکیب عبارتند از یک روش خریدتون که در این روش کلیه دارایی ها و بدهی های شرکت ترکیب شونده تجدید ارزیابی میشن و با ارزش روز در دفاتر ثبت میشن که سرقفلی ایجاد میشه. پس توجه بفرمایید چرا حسابی به عنوان سرقفلی اضافه میشه؟ برای اینکه دارایی ها و بدهی ها به ارزش دفتری بودن، حالا میخوان تبدیل بشن به قیمت روز، یعنی الان به قیمت بازار. پس مطمئنن بین مبلغ ارزش دفتری، یعنی اون مبلغی که تو ترازنامه ثبت شده، و اون مبلغی که قیمت بازاره یه تفاوتی وجود داره. مابه و تفاوت این دوتا ارزش، یعنی ارزش دفتری و ارزش بازار، میره توی حسابی با عنوان سرقفلی که سرقفلی هم جز دارایی هامونه و دارایی های ثابت نامشهوده، یعنی دارایی هایی که امتیاز هستن ولی قابل دیدن نیستن، قابل مشاهده نیستن، امتیاز هستن. روش دومتون روش اتحاد منافع. توی این روش
کلیه دارایی ها و بدهی های شرکت ترکیب شونده با ارزش دفتری و با یکسان کردن رویه های حسابداری، یعنی با یکی کردن روش های حسابداری، به شرکت اصلی منتقل میشن و هیچ گونه سرقفلی شناسایی نمیشه. توجه بفرمایید، توی حالت قبل بین شرکت ترکیب شونده و ترکیب کننده، بین این مبلغ، یعنی وقتی که شرکت ترکیب شونده میخواست دارایی ها و بدهی هاشو به روز کنه، بین ارزش دفتری و ارزش بازارش یه تفاوتی وجود داشت. این تفاوت رو باید میومد توی سرقفلی شناسایی میکرد، ولی توی روش اتحاد منافع چون کلیه دارایی ها و بدهی های شرکت ترکیب شونده با همون ارزش دفتری منتقل میشن، پس هیچ گونه تفاوتی وجود نداره، ارزش بازاری نیست، پس به همون ارزش دفتری ثبت میشه و هیچ گونه سرقفلی شناسایی نمیشه، که اصولا این روش منسوخ شده است، یعنی دیگه استفاده نمیشه. میخوایم ببینیم بهای تمام شده ترکیب توی روش خرید چطوری اتفاق میافته. بهای تمام شده ترکیب در یک شرکت شامل است قسمته: یک، کلیه وجه نقد، دارایی ها، سهام و سایر تعهدات یا اقلام پرداختنی که باید به ارزش متعارف در نظر گرفته بشن، و همچنین سهام و اوراق پرداختنی باید به ارزش روز در محاسبات مورد استفاده قرار بگیرن. یعنی همه دارایی ها، وجه نقد، دارایی ها، سهام و سایر اقلام پرداختی که مثل سهام و اوراق پرداختنیه، همه اینا باید بیان به ارزش متعارف یا ارزش روز ثبت بشن. در مورد هزینه های مستقیم ترکیب، بر طبق استاندارد ایران، هزینه های مثل هزینه های کارشناسی، حسابرسی، ارزیابی و هزینه های قانونی ترکیب مثل مجوز چاپ و انتشار اوراق جزء هزینه های مستقیم محسوب میشن. حالا با هزینه های مستقیم چطوری برخورد میشه؟ هزینه های غیر مستقیم طبق استاندارد ایران مثل تبلیغات و هزینه های تامین مالی و هزینه چاپ اوراق بهادار و همه اینا میشن مخارج اداری. به عنوان هزینه غیر مستقیم به هزینه دوره، یعنی به عنوان هزینه های همون دوره ثبت میشن. چرا بین این دوتا تفاوته؟ ببینید، این موارد هزینه های مثل کارشناسی، حسابرسی، ارزیابی و هزینه های قانونی و هزینه های مربوط به انتشار اوراق هزینه های مستقیم هن، به این دلیل که باعث افزایش بهای تمام شده میشن، یعنی افزایش بهای تمام شده رو به همراه دارن، بهای تمام شده رو افزایش میدن، ولی هزینه های غیر مستقیم هزینن. به خاطر همین باید به عنوان هزینه های غیر مستقیم توی همین دوره مالی ارزیابی بشن. و سه، پرداخت های آتی برای تعهدات احتمالی. یه وقتایی پیش میاد که برای اطمینان یا تشویق سهامداران شرکت ترکیب شونده، شرکت اصلی میاد یه تعهداتی رو در نظر میگیره یا یه تعهداتی رو قبول میکنه که اون تعهدات به شرح زیرن. تعهدات مربوط به قیمت سهام و اوراق پرداخت شده است و تعهدات مربوط به رسیدن به سطح مشخصی از سوده. یعنی تعهد میکنن یه مبلغ یا یه سطح مشخصی از سود رو متحمل بشن. و مثالی که در مورد حسابداری ترکیب واحد تجاری توی روش خرید میتونیم بزنیم اینه: فرض کنید شرکت الف 100% خالص دارایی شرکت ب رو در ازای صدور 1000 سهم عادی 1000 ریالی که توی بازار 1200 ریال خرید و فروش میشدن خریداری میکنه. دارایی ها و بدهی های شرکت ب به شرح زیره: وجه نقدش 150,000، موجودی کالاش 500,000، ساختمونش 300,000، بدهی هاش 50,000، سهام عادی 500,000 و صرف سهام 400,000. هزینه هایی که برای ترکیب متحمل شدن میشه حق و زحمه حسابرسی به مبلغ 100,000 که این جزء هزینه های مستقیمتون بود، پس بهای تمام شده اضافه میشد. هزینه مجوز چاپ سهامتون، این هم جزء هزینه های مستقیمتون بود به مبلغ 20,000 تا. هزینه چاپ سهامتون هم به مبلغ 30,000 تا. هزینه چاپ سهامتون جزء هزینه های غیر مستقیمه، پس باید به عنوان هزینه دوره در صورت سود و زیان ثبت بشه. میخوام این رویداد مالی که اتفاق افتاده در دفاتر ثبت کنیم. از یه طرف
ثبت سطور سهام برای خرید رو میخوایم ثبت کنیم. از یه طرف خالص دارایی شرکت به افزایش پیدا کرده به مبلغ 1000 سهم 1200 ریالی، 1200 ارزش بازارش بود. پس 1000 سهم 1200 ریالی خالص دارایی های شرکت به افزایش پیدا کرده. از طرفی سهام عادی افزایش پیدا کرده به چه مبلغ؟ 1000 سهم 1000 ریالی، یعنی به ارزش اسمی. و ما به اون تفاوت بین بدهکار و بستانکار، یعنی ما به اون تفاوت بین ارزش بازار و ارزش اسمی سهام باید توی حسابی با عنوان صرف سهام ثبت بشه که میشه 1000 سهم 200 ریالی. این 200 ریال از کجا اومده؟ سهامم توی بازار 1200 ارزش داشت، خرید و فروش میشد، ولی ارزش اسمیش 1000 تا بوده. یعنی من سهامی که 1000 تا ارزش داشته توی بازار 1200 تا میتونستم بفروشم. پس 200 تا سود کردم که توی ثبت‌های مربوط به سهام این سوده دیگه نمیره تو سود، در حساب به عنوان صرف سهام ثبت میشه. حالا میخوایم ثبت پرداخت هزینه ها رو ثبت کنیم. توجه بفرمایید، دو تا هزینه مستقیم داشتیم. هزینه های مستقیم شامل چه مواردی بود؟ یک، هزینه حق و سهم حسابرسی و هزینه مجوز چاپ سهامتون. گفتیم این دو جز هزینه های مستقیمن، پس باید به بهای تمام شده اضافه بشن. به همین دلیل با عنوان خالص دارایی شرکت به جمعشون ثبت میشه. از طرفی هزینه چاپ سهام عرض کردیم که جز هزینه های غیر مستقیمه، پس به عنوان هزینه های ترکیب میاد توی دفاتر ثبت میشه. ما به اون تفاوتش هم که میشه وجه نقد، یعنی مبلغی که پرداخت کردیم به عنوان خالص داره، یعنی هزینه هامون، همه هزینه هایی که پرداخت شده بابتش وجه نقد پرداخت شده، پس از طرفی وجه نقد شرکت به مبلغ 150000 کاهش پیدا میکنه. حالا ثبت وارد کردن دارایی های ب در شرکت الف. دارایی های شرکت ب که همون با ماهیت خودشون ثبت میشن. پس دارایی هاشون چی بود؟ یه دونه وجه نقد بود، موجودی کالا بود، ساختمون بود، بدهی بود و صرف سهام و سهام عادی بود. پس توجه بفرمایید، دارایی های نقدش یعنی دارایی های جاری و غیر جاری، وجه نقد 150000، کالا 500000 تا، یعنی موجودی کالامون، ساختمونمون 300000 تا افزایش پیدا میکنه. پس بدهکار میشه تو دفاتر شرکت الف. از طرفی بدهی های شرکت ب توی دفاتر الف به همون مبلغ 50000 تا ثبت میشه. نکته که قابل ذکره، خالص دارایی های ب یعنی جمع خالص دارایی های ب، یه دونه 1,200,000 بود، یه دونه هم 120,000 بود. وقتی میخوایم تو دفاتر الف ثبت کنیم، پس به مبلغ جمع 1,200,000 تا کاهش پیدا میکنه، یعنی خالص دارایی های شرکت ب داریم 1,320,000 تا. و نکته که قابل ذکره، ما به تفاوت بدهکار و بستانکار دفاتر شرکت الف باید در حسابی با عنوان سرقفلی ثبت بشه. پس یه نکته‌ای که قابل ذکر بود، هر گونه مازاد یا کسری پرداختی نسبت به جمع ارزش دفتری و تجدید ارزیابی شرکت ترکیب شونده باید به عنوان سرقفلی ثبت بشه. یکم راحت‌تر و ساده‌تر، همونجور که توضیح دادیم، تجدید ارزیابی یعنی چی؟ یعنی به قیمت بازار تبدیل کردن یه دارایی رو. مثلا قیمتش الان 100000، توی بازار 120000، وقتی میخوام تجدید ارزیابی کنم یعنی میام به قیمت 120000 ثبت میکنم. و نکته‌ای که ذکر کردیم براتون توضیح دادیم، یادتونه توی روش خرید گفتیم که زمانی که بین ارزش دفتری یا مبلغ دفتری توی روش خرید اینطوری بود، باید به ارزش بازار ثبت میکردیم. زمانی که بین ارزش دفتری و ارزش بازارمون ما به تفاوتی وجود داشت، می آمدیم این ما به تفاوت رو در حسابی با عنوان سرقفلی ثبت می کردیم. دقیقاً اینجا هم همین اتفاق افتاده. ما به تفاوت یا کسری رو باید تو حسابی با عنوان سرقفلی ثبت کنیم. هر گونه مازاد پرداختی داشتیم، سرقفلیمون مثبت خواهد بود و باید طی مدت 20 سال مستهلک کنیم. اما اگه کسری پرداخت داشتیم، باید بین دارایی‌های غیر پولی به نسبت ارزش روزمون سرشکن بشه. مثال دیگه که جای ذکر داره اینه که در تاریخ 1/1/1391
شرکت الوند خالص دارایی‌های شرکت سهند رو در یک ادغام یه طرفه، یعنی یه شرکت ترکیب کننده بوده، یه دونه شرکت ترکیب شونده، به مبلغ 1,050,000 ریال خریداری کرد. روشمونم روش خرید بوده، پس باید به ارزش روز ثبت بشه. هزینه های مستقیم این ترکیب به مبلغ 50,000 ریال بوده است. ترازنامه شرکت سهند در تاریخ تحصیل به شرح زیره. دارایی هامون توی دفاترمون، یعنی ارزش دفتری دارایی هامون به مبلغ 1,000,000 بوده. کلن وجه نقد دیگه ارزش دفتری و روز نداریم. ولی مبلغ کالامون 200,000 ارزش دفتریش بوده، ولی الان شده چقدر؟ 250,000، یعنی 50 تا افزایش قیمت داشتم. ساختمونم بوده 300,000 تا، ولی الان تو ارزش روزم 50,000 تا کاهش پیدا کرده، یعنی شده 250,000 تا. زمینم ارزش دفتری، یعنی تو ترازنامه اینطوری ثبت شده، یعنی اون زمانی که بهای تمام شدهشو محاسبه کردیم تو دفاترمون زمان خرید ثبت کردیم این مبلغ بوده. زمینمون به مبلغ 500,000 تا بوده که ارزش روز زمینمون شده 800,000 تا. سرقفلیمون هم که حق امتیاز به مبلغ 100,000 تا بوده. از طرفی بدهی‌هام که ارزش روز و دفترش با هم مساوی بوده، اوراق پرداختنی با هم مساوی و سهام عادی و سود انباشته. حالا میخوایم مانده خالص دارایی ها رو به ارزش دفتری محاسبه کنیم. جمع دارایی هامون چقدره؟ 1,200,000. منهای بدهی هاتون چقدر ارزش داشت؟ منهای 300,000 میکنیم. منهای اوراق پرداختنیمون میشه چقدر؟ 1,200,000 منهای 300,000 منهای اوراق پرداختنی، مبلغی که باقی میمونه ماندهمون 800,000. از طرفی دارایی هامون بابت ارزش روز و ارزش دفتری مابه و تفاوت، یعنی مازاد یا کسری، اینجا افزایش قیمت داشتم پس مازاد داشتم، ولی ساختمون کاهش قیمت داشته پس کسری داشته. زمینم 500,000 تا بوده شده 800,000 تا، پس افزایش قیمت داشته، یعنی مازادم حساب شده. یعنی افزاینده ها رو مازادتون و منهای کسری هاتون میکنی. میخوایم ارزش روز شرکت سهند رو به دست بیاریم. خالص دارایی های شرکت به ارزش دفتریتون به اضافه تجدید ارزیابی که صورت گرفته میشه ارزش روز شرکت سهند. بعد میخوایم این مبالغ رو در دفاتر ثبت کنیم. اولا 1,050,000 به مبلغ، توجه بفرمایید توی صورت سوالم، یک ادغام یه طرفه بوده که 1,50,000 صورت گرفته و هزینه هاش هم چقدر بوده؟ 50,000 تا. پس این مبلغ باید در دفاتر ثبت بشه. از طرفی جز هزینه های مستقیمه، پس توی خالص دارایی های شرکت سهند 1,100,000 ثبت میشه و از طرفی وجه نقد شرکت به مبلغ 1,100,000 کاهش پیدا میکنه. حالا محاسبه سرقفلیم. از یه طرف بهای تمام شدم 1,100,000 بوده، منهای ارزش خالص دارایی های شرکت سهندم که 1,000,000 بوده، میشه سرقفلی مثبت به مبلغ 100,000 تا. نکته‌ای که قابل تذکره اینه که در یک ادغام یه طرفه همه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت ترکیب شونده به ارزش روز باید ثبت بشن و مواردی مثل استهلاک و ذخیره مطالبات مشغول وصول به دفاتر خریدار منتقل نمیشه. یه نکته‌ای هم که قابل ذکر براتون توضیح بدیم، ما تو حل مسئله برای اینکه عددمون کوچیک‌تر باشه و راحت‌تر باشه صفرشو حذف کردیم. مثلا 12,000,000 و 1,200,000 به دلیل اینکه می‌خواستیم عددمون کوچیک‌تر بشه و سرقفلیمون مثبت در بیاد. و ثبت بعدی مربوط به ثبت انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های سهند به دفاتر شرکت الونده. از یه طرف وجه نقد و کالا و ساختمون و زمین و سرقفلی، پس ما به تفاوت سرقفلی که محاسبه شد حالا توی اینجا ثبت میکنیم. بدهی هامون افزایش پیدا میکنه، اوراق پرداختیمون ثبت میشه به مبلغش. بعد نکته که قابل ذکر، خالص دارایی های سهند تو دفاتر شرکت الوند کاهش پیدا میکنه. حالا اگه در مثال فوق شرکت الوند به جای پرداخت 1,050,000 بچه نه، اگه اومده بود 350 تا سهم عادی 2,000 ریالی که ارزش بازار اون 3,000 ریال بوده پرداخت کرده، اون موقع ثبت خریدمون چه تغییری میکرد؟ از یه طرف خالص دارایی های شرکت سهند، یعنی 350 تا سهم 3,000 ریالی به اضافه 50,000 اون هزینه هایی که اتفاق افتاده بود افزایش پیدا میکرد، یعنی خالص دارایی های سهند به مبلغ 1,100,000 ثبت میشد.
از طرفی وجه نقد کاهش پیدا میکرد به میزان مبلغی که در دفاتر به عنوان هزینه ثبت شده به مبلغی بیشتر، پس 3000 ضرب در 350 میشه 1,050,000 به اضافه 50,000 میشه 1,100,000. وجه نقد به عنوان هزینه‌ای که پرداخت کردیم، هزینه مستقیممون کاهش پیدا میکنه. سهام عادیمون چند تا سهم بوده؟ 350 تا سهم 2000 ریالی بوده، پس با ارزش دفتری. توی خاطرتون داشته باشید همیشه سهام عادی که میخواید ثبت کنید، سهام عادیتون توی دفاترتون توی هر مثالی که باشه به ارزش اسمی ثبت میشه. حالا ما به اون تفاوت بین ارزش اسمی و ارزش بازارتون میره توی صرف سهام یا کسر سهامتونه، که اگه ارزش دفتریتون کمتر از ارزش بازار بوده شما صرف سهام دارید، یعنی سود کردید، اگه کمتر بوده یعنی کسر سهام عادی داشتید، یعنی زیان کردید. و از طرفی 2000 تا توی بازار چقدر فروخته میشده، چقدر خرید و فروش میشده؟ 3000 تا. پس ما به تفاوت بین 2000 و 3000 میشه 1000 تا. پس 1000 تا ضرب در 350 تا، اینو منفی محاسبه نکنید ها، این 3000 تا ارزش بازارم منهای ارزش دفتریم. پس 3000 منهای 2000 تا میشه 1000 تا، ضرب در 350 تا میشه 350,000 تا صرف سهام عادی افزایش پیدا میکنه. مبحث دیگه‌ای که می‌خوام در موردش صحبت کنیم حسابداری ترکیب در دفاتر فروشنده است. این ثبت ها همون مربوط به انحلال معمولیه، انحلالی که شرکت تضامنی هم ذکر شد. در این حالت میتونیم از دو روش استفاده کنیم: یک، روش وجه المعامله خالص; دو، روش وجه المعامله ناخالص. میخوام هر دو تا روش رو بررسی کنیم. روش وجه المعامله خالص، فرض میکنیم بدهی های شرکت ترکیب شونده توسط شرکت ترکیب کننده تقبل نمیشه، یعنی پرداخت نمیشه، قبول نمیکنه بدهی رو پرداخت کنه. بنابراین طلب از خریدار به طور خالص نوشته میشه. در این روش برای شرکت ترکیب شونده ثبت های زیرو در دفاتر میزنیم. از یه طرفی ارزش کل دارایی ها و بدهی ها باید به مبلغ دفتری یا به ارزش دفتری کاهش پیدا کنه. پس از یه طرفی ببینید داره منحل میشه. درسته؟ وقتی که منحل میشه باید حسابی با عنوان حساب تسویه وجود داشته باشه. پس از یه طرف تسویه هم بدهکار میشه و از طرفی دارایی هم کاهش پیدا میکنه تو دفاتر، هم به ارزش دفتری میشه بستانکار. و از طرف دیگه بدهی هاتون کاهش پیدا میکنید تو دفاتر میشه بدهکار، ماهیت بدهی ها بستانکاره، وقتی کاهش پیدا میکنه میشه بدهکار، از طرفی حساب تسویه بستانکار میشه. به مبلغ وجه المعامله خالص، یعنی به میزان طلبی که از خریدار داریم، طلبمون از خریدار بدهکار میشه و حساب تسویه‌مون بستانکار میشه، یعنی حسابهای دریافتنی که ما داریم، این طلب از خریدار، حسابهای دریافتنی که داریم. در این زمان میایم از حساب تسویه رو تیه دفتر کلش رو میکشیم، ماندگیری میکنیم و مانده اون رو با حساب حقوق صاحبان سهام میبندیم. پس اینجا فرض بر این بوده که حساب تسویه سهام، حساب تسویه ماندهش بدهکار بوده، برای بستنش تسویه بستانکار شده و حقوق صاحبان سهام بدهکار. ممکنه توی مثالهایی که شما بررسی میکنید در هر کتاب دیگه‌ای حساب تسویه‌تون ماندهش بستانکار شده باشه، در اون صورت عکس این ثبت زده میشه، یعنی برای اینکه حساب تسویه رو ببندیم تسویه میشه بدهکار، پس تسویه رو بدهکار ثبت میکنیم، به جاش حقوق صاحبان سهام میشه بستانکار. در این زمان تمام عناوین بخش حقوق صاحبان سهام و یعنی سهام عادی و سود انباشته رو تمام اجزای حقوق صاحبان سهام، اجزای حقوق صاحبان سهام شامل چیه؟ سهام عادی، سود انباشته، صرف سهامتون، باید به حساب حقوق صاحبان سهامتون بسته بشه. سهام عادی و سود انباشته ماهیتشون بستانکاره. میخوایم ببندیم، باید بدهکارشون کنیم و در مقابل با چه حسابی بسته میشه؟ با حساب حقوق صاحبان سهام. بستن حساب طلب از خریدار به حساب حقوق صاحبان سهام، اون حساب دریافتنی که از خریدار داشت، حالا میخوایم با حقوق صاحبان سهام ببندیم. از طرفی طلب از خریدار یعنی حسابهای دریافتنی کاهش پیدا میکنه، میشه بستانکار. از طرفی حقوق صاحبان سهامتون میشه بدهکار. حالا روش وجه المعامله ناخالص. توی این روش فرض میکنیم که ترکیب کننده، یعنی اون شرکت اصلی که داره شرکت فریو میخره یا شرکت الف که داره برو میخره، بدهی های شرکت ترکیب شونده رو متقبل میشه، یعنی قبول میکنه پرداخت کنه.
بنابراین وجه المعامله رو باید ناخالص محاسبه کنیم. که وجه المعامله ناخالص رو چجوری محاسبه میکنیم؟ میشه وجه المعامله خالص به اضافه بدهی شرکت ترکیب شونده. پس میایم به ارزش دفتری کل دارایی ها و بدهی هامونو، البته دارایی هامونو چون ارز بدهی هامونو میخوایم با طلب از خریدار ثبتش کنیم، پس حساب تسویهتو میخوایم دارایی رو ببندیم، دارایی هام کاهش پیدا میکنه میشه بستانکار، در مقابل حساب تسویه میشه بدهکار. حساب بدهی هاتونو چون خریدار متقبل شده که اون مبلغ رو پرداخت کنه، مبلغ بدهیتونو، پس از یه طرف بدهی شما کاهش پیدا میکنه، اون بدهی رو نداریم، در مقابلش دیگه طلبی هم از خریدار ندارید، طلبتونم به سانکار میشه. تو حالت قبل شرکتی که ترکیب کننده بود، یعنی شرکت الف که برو خریده بود، قبول نمیکرد که بدهیاتون رو پرداخت کنه، پس شما طلب از خریدار رو بدهکار میکردین، بعد میبستین با حقوق صاحبان سهامتون، ولی اینجا بدهی رو تقبل کرده، یعنی قبول کرده که پرداخت کنه، پس شما بدهیتون تو دفاتر کاهش پیدا میکنه میشه بدهکار، در مقابل حساب طلب از خریدارتون هم کاهش پیدا میکنه میشه بستانکار، و به میزان توجه بفرمایید به مبلغ وجه المعامله ناخالص، یعنی اون طلب از خریدارتون افزایش پیدا میکنه، بدهیتون با طلب از خریدارتون داره بسته میشه، بعد طلب از خریدارتون افزایش پیدا میکنه میشه بدهکار، و تسویهتون میشه در مقابل بستانکار. حالا میایم از حساب تسویه رو، یعنی تیه حساب تسویه، دفتر کل حساب تسویه رو ترسیم میکنیم و ماندش رو با حساب حقوق صاحبان سهام میبندیم. توی اینجایی که ما ثبت و عرض کردیم خدمتتون، فرضمون بر این بوده که حساب تسویه ماندش بدهکار شده توی دفتر کل توی حساب تی، و حالا میخوایم ببندیمش، تسویه شده به استانکار و در مقابل حقوق صاحبان سهام میشه بدهکار. عرض کردیم که اگر شما تو مثال دیگه که دارید حل میکنید یا تو هر کتاب دیگه که دیدین، اگر تی مانده تسویهتون به استانکار شد، دقیقاً برعکس و عکس این ثبت در دفاترتون زده میشه، یعنی میاد حساب تسویه رو بدهکار میکنید و حقوق صاحبان سهامتون میشه به استانکار. بعد همه عناوین یه مرحله بعدتون اینه که تمام عنوانهایی، یعنی همه مواردی رو که توی حقوق صاحبان سهامتون ثبت شده باید با حقوق صاحبان سهام ببندید. حالا این موارد شامل چیه؟ سهام عادی، سود انباشته، صرف سهام که اینجا صرف سهام ندونیم، پس سهام عادی و سود انباشته رو باید ببندیم. سهام عادی و سود انباشته ماهیتشون بستانکاره، وقتی بسته میشن بدهکار و در مقابل حساب حقوق صاحبان سهام میشه بستانکار. و برای بستن حساب طلب از خریدار، طلب از خریدارتون هم باید با حساب حقوق صاحبان سهامتون بسته شه. طلب از خریدارتون بدهکاره، میخوایم ببندیم میشه به استانکار و حقوق صاحبان سهامتون میشه بدهکار. میخوایم با توجه به مواردی که گفتیم حالا ثبتاشو بزنیم، یه مثال تشریح کنیم براتون. شرکت الف خالص دارایی های شرکت ب رو میاد به مبلغ 100,000 خریداری میکنه. شرکت الف بدهی شرکت ب را متقبل نمیشه، یعنی روش وجه المعامله خالصه. کل دارایی های ب 120,000 ریال، بدهی هاش 10,000 ریال و سهام عادی 110,000. مطلوب از ثبت ترکیب در دفاتر شرکت ب. ابتدا باید دارایی هامون رو به ارزش دفتری ببندیم. ارزش دفتری دارایی هامون چقدر بوده؟ کل دارایی هامون به مبلغ 120,000 بوده. پس میخوایم ببندیم با حساب تسویه باید ببندیم دارایی ها و بدهی هامون. دارایی هامون میخواد بسته شه، دارایی هامون مایلش بدهکاره، وقتی میخواد بسته شه میشه بستانکار، پس دارایی ها میشه 120,000 بستانکار و در مقابل حساب تسویه به مبلغ 120,000 میشه بدهکار. نکته که قابل توجهه، ارزش دفتری برام مهمه، یعنی اون مبلغ ارزش دفتری دارایی و بدهی. برای بستن بدهی ها مایلش بستانکار مبلغش چقدر بوده؟ 10,000 تا. برای اینکه ببندیم بدهی هامون بدهکار میکنیم و در مقابل حساب تسویه بستانکار میشه. دارایی هام رو فروخته به چه مبلغ؟ به مبلغ 100,000 تا. پس حسابای دریافتنی از خریدار افزایش پیدا میکنه به مبلغ 100,000 تا، در مقابل حساب تسویه میشه بستانکار به مبلغ 100,000 تا. حالا کاری که باید انجام بدیم، باید حساب تسویه‌مون رو ماندگیری کنیم. توجه بفرمایید همه ماندگیری یعنی چی؟ یعنی تو حساب تسویه هر ثبتی با عنوان تسویه بود منتقل کنیم به دفتر کلا. پس 120,000 تا حساب تسویه بدهکار بوده، 10,000 تا حساب تسویه بستانکار بوده،
100,000 تا حساب تسویه بستانکار بوده که مابود تعهد بدهکار و بستانکار شده 10,000 تا بدهکار. درسته؟ اینجا در اصل ما زیان تسویه داشتیم. خب برای اینکه بخوام حساب تسویه رو ببندم، حساب تسویه بدهکاره بستانکارش میکنم، پس 10,000 تا حساب تسویه میشه بستانکار. با چه حسابی قرار ببندم؟ بله، با حساب حقوق صاحبان سهامم. پس حساب تسویه بدهکار برای بستم میشه بستانکار، توجه میفرمایید 10,000 تا بستانکار، و در مقابلش حساب حقوق صاحبان سهام میشه بدهکار. نکته که بود، ما اجزای حساب حقوق صاحبان سهاممون یعنی شامل سهام عادی سود انباشتن باید ببندیم با حساب حقوق صاحبان سهامتون. ما توی این سوال سود انباشته نداشتیم، فقط سهام عادی داشتیم. پس سهام عادی رو با حقوق صاحبان سهاممون می‌بندیم. به چه صورت؟ سهام عادی ماندش بستانکاره، وقتی میخوایم ببندیم بدهکارش میکنیم. پس از طرفی سهام عادی میشه بدهکار به مبلغ 110,000 تا و حقوق صاحبان سهامتون هم به مبلغ 110,000 تا میشه بستانکار. و آیتم بعدی اینی که حساب طلب خرید رو باید ببندیم. همه موارد بستنهاتون، چه حساب تسویهتون، چه طلب از خریدارتون، چه اجزای حساب حقوق صاحبان سهامتون، همه اینها توی این روش با حقوق صاحبان سهام بسته میشه. طلب از خریدارم چقدر بود؟ 100,000 بدهکار بود، میخوام ببندمه 100,000 بستانکار میشه. پس طلب از خریدارم میشه 100,000 بستانکار. ما فقط سمت بستنش آوردیم، یه 100,000 هم بدهکار داشتیم. برای بستانکارش طلب از خریدار تیشو ترسیم میکنید، توجه بفرمایید یه طلب از خریدار بدهکار داشتیم، پس توی تی 100,000 تا بدهکار دادین. بعد میخواین بستانکارش کنین، میخواین ببندینش، پس طلب از خریدار میشه بستانکار. و با چه حسابی بسته میشد؟ با حساب حقوق صاحبان سهامم. پس حقوق صاحبان سهام به مبلغ 100,000 تا میشد بدهکار. در نهایت هم حساب حقوق صاحبان سهامتون رو میتونید ماندگیری بکنید. لطفا توجه داشته باشید توی مواردی که صورت میگیره، چه روش وجه المعامله خالص و ناخالص باشه، همه ی حساب هاتون، چه اجزای حقوق صاحبان سهام، چه حساب تسویه، چه طلب از خریدارتون، با حساب حقوق صاحبان سهام بسته میشه. تفاوت این دو روش فقط و فقط در اینه که توی یه روش وجه المعامله خالص میامد میگفت که وقتی شرکتتو میخرم بدهیهاتم قبول میکنم که پرداخت کنم، ولی تو ناخالص میگفت چی؟ تو روش مقابلش میگفت من بدهیهاتو پرداخت نمیکنم. پس تفاوتش فقط در پرداخت کردن و نکردن بدهیها بود. عنوان بعدی که خیلی هم مهمه، شناسایی زیان ناشی از کاهش ارزش سرقفلیه. یعنی یک دارایی با عنوان سرقفلی داریم، الان ارزشش کاهش پیدا کرده و ما متقبل زیان شدیم. بعضی وقتا ممکنه ارزش سرقفلی که شرکت ترکیب کننده از شرکت ترکیب شونده خریداری کرده، یعنی شرکت الف که اومده برو خریداری کرده، ممکن ارزش سرقفلیش کاهش پیدا کرده باشه که در سالهای بعد اتفاق میافته. در این حالت باید سرقفلی شناسایی شده در زمان خرید تعدیل شود. یعنی اون موقع که خریدیم ثبت زدیم سرقفلی رو، حالا که کاهش پیدا کرده تو سالهای بعد، باید برگردیم به همون زمان خرید اون مبلغ کاهش رو ثبت کنیم. این تعدیلات از مقایسه ارزش روز سهام شرکت ترکیب شونده با ارزش روز دارایی های اون محاسبه میشه. اگر ارزش سرقفلی توی سالهای بعد افزایش پیدا کنه، باید تا سقف زیانهای گذشته درآمد شناسایی کنه. پس نکته، شما شرکت الف بودین و من شرکت برو خریداری کردین. اون زمانی که خریداری کردین یه سرقفلی شناسایی شده، درسته؟ حالا اگه اون سرقفلی توی سالهای بعد کاهش پیدا کنه، باید بیایم برگردیم به زمان خریدمون، یعنی اون موقعی که خرید کردیم ثبت رو زدیم، اون مبلغ رو تعدیل کنیم یا عوضش کنیم، بهش میگیم تعدیل کردن یا اصلاح کردن. که اگه همین ارزشی که ما اومدیم تعدیل کردیم توی سالهای بعد قیمتش ارزشش افزایش پیدا کنه، باید به میزان اون زیانها، یعنی به اون میزانی که تعدیل کردیم کاهش دادیم، به همون میزان درآمد شناسایی کنیم. حالا مثالی که میتونیم بزنیم، شرکت الف در زمان خرید شرکت ب مبلغ 200,000 ریال سرقفلی شناسایی کرده. در پایان دوره مالی ارزش روز سهام شرکت ب به مبلغ 2,000,000 ریال و ارزش روز دارایی‌هاش هم چقدر بوده؟ 1,900,000 بوده. شرکت الف سرقفلی رو طی 20 سال باید مستهلک کنه.
مطلوب از تعدیلات سرقفلی. پس توی زمان خریدم به مبلغ 200,000 تا بوده، بعد شده 2,000,000، بعد از روز دارایی شده 1,900,000. حالا میخوایم این ثبت‌ها رو در دفاترم ثبت کنیم. میخوام ببینم باقی مانده سرقفلیم چقدر میشه. 200,000 تا بوده منهای مبلغی که قرار بوده تو یک سال، یک سال مالی بوده دیگه، درسته؟ خب یک دوره مالی استفاده شده، پس مبلغ استهلاک یک سال رو باید حساب کنید. استهلاکتون چطوریه؟ استهلاک اون به روش خط مستقیمه. استهلاک به روش خط مستقیم چطوری محاسبه میشد؟ میشد بهای تمام شده اون دارایی منهای ارزش باقی مانده که ارزش باقی مانده نداریم تقسیم بر تعداد سالهای عمر مفیدم. پس بهای تمام شده سرقفلیم 200,000 تا بود، تقسیم بر 20 سال یعنی تعداد سالهای عمر مفیدم، منهای مبلغ کلش میشه چقدر؟ میشه 190,000 تا. حالا میخوایم ارزش روز سرقفلی رو محاسبه کنیم. ارزش روز سرقفلیتون چقدره؟ البته لطفاً توجه بفرمایید. ارزش روز سرقفلیتون چقدر بوده؟ 2,000,000 بوده. ولی ارزش روز داراییتون چقدر بوده؟ 1,900,000 تا بوده. 2,000,000 رو منهای 1,900,000 کردیم ارزش روز داراییمون رو، 100,000 تا ارزش روزش بود. درسته؟ میخوایم ببینیم این کاهش ارزش بوده یا افزایش ارزش. چقدر افزایش ارزش روزم بوده؟ دقیقاً 100,000 تا. باقی مانده سرقفلیتون هم چقدر بوده؟ 190,000 تا. پس اینجا چی داشتیم؟ کاهش ارزش روز سرقفلی داشتیم. به چه مبلغ؟ 100,000 منهای 10,000 میشه 90,000 تا. تو پرانتز یعنی نشون دهنده منفی بودن، یعنی کاهش قیمت. پس میخوام تعدیلات سرقفلی رو ثبت بزنیم. سرقفلیم داراییه، یعنی ماهیتش بدهکاره. الان میخوام کاهشش بدم چون قیمتش کاهش پیدا کرده. پس سرقفلیتون به میزان کاهش ارزش روز سرقفلی به میزان کاهشش میشه به سانکار، یعنی کاهش پیدا میکنه، و زیان ناشی از کاهش ارزش سرقفلی هم افزایش پیدا میکنه به مبلغ 90,000 تا بدهکار میشه. پس لطفا توجه بفرمایید، اینجا 100,000 2,000,000 منهای 1,900,000 میشه 100,000. بعد 100,000 رو منهای باقی مانده سرقفلی میکنیم که میشه 90,000 زیان ناشی از کاهش ارزش. یه خرید دیگه‌ای که توی شرکت‌ها وقتی در ترکیب اتفاق میفته خرید اهرمیه. یه وقتایی اتفاق میفته که مدیران بعضی از شرکت‌ها که درصدی از سهام اون شرکت رو در اختیار دارن، یعنی درصدی از سهام شرکت رو خریداری کردن، با سهام خودشون میان یه شرکت جدید رو ایجاد میکنن. یعنی شما رفتید سهام یه شرکت، یه درصدی از سهام شرکت رو خریدین، با اون سهامی که خریدین میاد یه شرکت جدید رو ایجاد میکنید و با دریافت وام های کلون و زیادی بقیه سهام شرکت اصلی رو میخرید و مالک کل شرکت میشید. پس شما یه درصدی از سهام شرکت رو خریداری کردین، با همون سهام میاد یه شرکت جدید ایجاد میکنید، بعد میرید یه وام زیاد میگیرید، اون شرکتی رو که یه درصدش رو خریداری کرده بودین بقیه شرکت هم خریداری میکنید و مالک کل شرکت میشین. حالا میخوایم ببینیم چه ثبتایی زده میشه. مدیران شرکت آ شرکت ب رو خریداری کردن، یعنی شرکت آ اومده ب رو خریداری کرده. زمانی که در دفاتر شرکت ب میخوایم ثبت بزنیم، از یه طرف میخوایم توی دفاتر ثبت کنیم، میخوایم شرکت ب رو بیاریم تو دفاتر شرکت الف ثبت کنیم، از یه طرف سرمایه گذاری در شرکتم افزایش پیدا میکنه، البته سرمایه گذاری در شرکت ب افزایش پیدا میکنه، سهام عادی شرکتم به چه مبلغی با ارزش دفتری افزایش پیدا میکنه. حالا رفتیم یه وام گرفتیم. زمانی که وام میگیریم از یه طرف یه بچه نقدی به دستمون میرسه، از یه طرف بانک اون افزایش پیدا میکنه میشه بدهکار، و از طرفی وام پرداختیتون هم افزایش پیدا میکنه میشه بستانکار. بعد میخواید وامی که گرفتین بیاین بقیه سهام هم بخرین، درسته؟ پس سرمایه گذاری در شرکت به افزایش پیدا میکنه، سهام عادیتون هم افزایش پیدا میکنه. میخواید برای تشریح یه مثال حل کنیم. اطلاعات زیر مربوط به شرکت گلبرگه که مدیران آن مالک 10% سهام عادی شرکت هستند. مدیران با تأسیس شرکت جدید اقدام به دریافت 300,000 ریال وام کردند و 90% شرکت گلبرگ و اون 90% باقی مانده رو به مبلغ 280,000 ریال با 10,000 ریال هزینه مستقیم خریداری کردند.
تجدید ارزیابی در زمان خرید به شرح زیر بوده. موجودی کالامون 100 هزار بوده شده 120 هزار تا. توجه بفرمایید موجودی کالا تو ترازنامه 100 هزار بوده. وقتی که تجدید ارزیابی کردن به قیمت روز تبدیلش کردن شده 120 هزار تا. زمینمون چقدر بوده؟ بله 70 هزار تا بوده. 10 هزار تا تو تجدید ارزیابی. تجدید ارزیابی یعنی به قیمت روز کردن. زمینمون 70 هزار تا بوده شده چقدر؟ 80 هزار تا. اینم ترازنامه اون شرکت گلبرگ. حالا خواستیم ثبت‌های رویداد مالی فوق در دفاتر شرکت جدید زده بشه. از یه طرفی در زمان تأسیس سرمایه گذاری در شرکت گلبرگم افزایش پیدا می‌کنه، سهام عادیم که مربوط به شرکت گلبرگه افزایش پیدا می‌کنه. به چه مبلغ؟ مبلغتون چقدر بوده؟ چقدر خریداری کرده بودیم؟ دقیقاً 300 هزار تا بوده. ولی چقدر ارزش داشته؟ چند درصدشو خریده بوده؟ 10 درصدشو. توجه بفرمایید 350 هزار تا منهای 100 هزار مبلغی که اتفاق افتاده ضرب در 10 درصد، یعنی 250 هزار ضرب در 10 درصد. 10 درصد شرکت رو خریده بود. پس سرمایه گذاری در شرکت گلبرگ افزایش پیدا میکنه به مبلغ 20 هزار تا. سهام عادی هم به مبلغ 25000 تا افزایش پیدا میکنه. پس سرمایه گذاری در گلبرگ به مبلغ 25000 تا و سهام عادی در شرکت به مبلغ 25000 تا افزایش پیدا میکنه. چقدر وام گرفته بودن؟ به مبلغ 300000 تا وام دریافت کرده بودن. پس مبلغ 300000 تا باید تو دفاتر ثبت بشه. از یه طرف حساب بانک یا بچه نقام افزایش پیدا میکنه به مبلغ 300000 تا و حساب وام پرداختنی هم افزایش پیدا میکنه، میشه به سانکار به مبلغ 300000 تا. میخوایم بقیه شرکت گلبرگ هم بخریم، چند درصدشو؟ دقیقاً 90 درصدشو به چه مبلغ خریداری کرده بود؟ 280 هزار تا. 10 هزار تا هزینه مستقیم خریداری کرده بود، یعنی هزینه های مستقیمی که خرج کرده بود. پس کله چقدر بوده؟ یه 280 تا بچه نقد بوده، یه 10 هزار تا هزینه داشته. پس از طرفی سرمایه گذاری در شرکت گلبرگ هم افزایش پیدا میکنه، به مبلغ 290 هزار تا بدهکار میشه و از طرفی وجه نقدی که پرداخت شده بابت این رویداد مالی بانکمون کاهش پیدا میکنه به مبلغ 290 هزار تا بستانکار میشه. حالا میخوام دارایی ها و بدهی ها رو انتقال بدیم. از طرفی دقیقا تو ترازنامه نگاه بفرمایید، دارایی ها بدهی ها رو میخوای منتقل کنیم. پس چیکار میکنیم؟ وجه نقدم ثبت میشه 50000 تا. کالام موجودی کالا چقدرش الان خریداری کرده؟ 90 درصدشو. 100000 تا بوده، 20000 تا ضرب در 90 درصدشو که خریداری کرده شده 118000 تا. زمینتون چقدر بوده؟ 70000 تا بوده. چقدر افزایش و کاهش قیمت داشتم؟ این 200000 و 100000 از کجا اومده؟ 100000 تا بود شد 120000 تا. پس 200 تا ما با تفاوت قیمت بود. 10 درصدشو قبلا خریده بود، الان چقدرشو خریده؟ 90 درصدشو. پس ما باید 90 درصد محاسبه کنیم. 10 درصدی که قبلا خریداری کرده بود اعمال شده، یعنی تو ثبت الان 90 درصد اعمال میشه. پس قیمت زمین اونم همینطور 80000 بوده. بله توی تجدید ارزیابی شده 80000، درصدی که چقدر ارزش داشته 70 تا. پس 10000 تا ما با تفاوت قیمته. این 10000 و 200000 ما به تفاوت بین مبالغه ضرب داره 90 درصد میشه، به اضافه 70000 میشه 79000. مبلغ دیگه‌ای که قابل ذکره در مورد ساختمون، ساختمون که مبلغش همون قد بوده، توجه بفرمایید تو ترازنامه ساختمون با همون مبلغ خودش ثبت میشه چون افزایش و کاهش قیمت نداشته. ما تو ترازنامه سرقفلی نداشتیم، ولی ما به تفاوت ارزش بازار و دفتری یه تفاوت ایجاد میکنه بین مانده بدهکار و بستانکار. اون ما به تفاوت باید تو حساب سرقفلی ثبت بشه. حساب پرداختنیتون هم که به مبلغ 100000 تاست، سرمایه گذاری در شرکت گلبرگ 290000 تا که پول دادین، یه 25000 تا قبلا پول داده بودین، این دوتا حساب هم جمع میشه. پس سرمایه گذاری در شرکت گلبرگ به مبلغ 315000 کاهش پیدا میکنه. پس نکاتی که باید ذکر بشه اینه که شما باید به اون مبلغ افزایش و کاهش قیمت توجه بفرمایید و این مبالغ که مربوط به کاهش و افزایش بوده توی دفاترمون ذکر میشه. پس شما نکاتی که قابل توجه دارین، این مبلغ افزایش قیمت 100000 بوده شده 120000 تا، 20000 تا افزایش قیمت داشته. پس چی؟
20,000 تا ضرب در 90%، اینم ماو تعابد بازار و ارزش دفتری زمین بوده. ارزش دفتری 100,000 تا بوده، شده 120,000 تا، پس 20,000 تا افزایش قیمت داشتم. توجه بفرمایید اون 10% که مربوط قبل بوده، پس صورت‌های مالی تهیه شده، اون 10% هم اعمال شده. الان که میخوام دارایی‌ها رو انتقال بدم، زمانیه که 90% باقی مانده شرکت رو خریدم، به همین دلیل ثبت میزنم. خب میام حساب‌های پرداختنی و سرمایه‌گذاریمون رو با هم جمع می‌کنم، وجه نقد و موجودی کالا و زمین و ساختمونم با هم جمع می کنم. ما به تفاوت بین بدهکار و بستانکار، قسمت بستانکار مبلغش بیشتره، پس به عنوان سرقفلی ما به تفاوت بدهکار و بستانکار در دفاتر ثبت میشه. پس مانده تفاوت ارزش روز و دفتری باید بره تو حساب سرقفلی.